با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه که واقعا آمریکایی‌ها حق دارن میگن لاکی ونزدی، چهارشنبه خوشبختی است، و خرسندم که در این لحظات میتونیم در خدمت آقای دکتر مهران مصطفوی باشیم. با نام و چهره ایشون همه علاقمندان مسائل ایران آشنا هستند، نیاز به معرفی نیست، و ایشون کارشناس مسائل اتمی هستند و به نظر من از زمره کسانی هستند، شاید بهتر بشه بگم از نادر کسانی هستند که این مسائل برجام رو با دقت بسیار زیاد و دقیق تری از سایر شخصیت ها دنبال کرده و مطرح کرده. این براستی مبالغه نیست، این یک امریست به قول وکلای امر حقوق مثبته، یعنی اثبات شده. بنابراین اجازه بدید در این ایام نوروزی، در این هشتمین روز فروردین و 28 مارس 2018، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و شاد باشه نوروزی بگیم به آقای مصطفوی. آقا درود بر شما و بسیار ممنونم از اینکه با توجه به اینکه ما از شما دیر خواهش کردیم ولی شما پذیرفتی که یک بار دیگه در خدمت باشیم، ازت ممنونم، برات آرزوی بهترین دارم. من هم خدمت شما سلام دارم، همینطور خدمت همه هموطنان عزیز. امیدوارم که سال نو براشون سال سلامتی، موفقیت، شادکامی و پیروزی باشه، و امیدوارم که در این سال، سال پایان دادن، تبدیل بشه به سال پایان دادن به استبداد مذهبی سیاهی که در کشورمون حاکمه و مردم ایران آزادی رو دریابن. نوروز بر همه خوش باد. خب این هم آفتاب آمد، دلیل آفتاب، این که گفتم دقت داره و نگو به امید این که آزاد بشود، گفت این را انجام بدهیم. یعنی این فعلی است که فاعلش من و شما باید باشیم. اینا نکات ظریفیه که یه انسان نخبه و سیاسی اینگونه حرف میزن. خب آقای مصطفوی، بریم سر اصل ماجرا و این هیاهویی که امروز به پا شده و در تاریخ 12 ماه می هم این 120 روز به پایان میرسه و با انتخاباتی که آقای ترامپ در دوربر خودش کرده، البته آقای پومپئو در همین چند روز آینده، در فکر کنم اونم 12 اپریل باشه، که میره برای اینکه اعتبارنامه‌ش رو از سنا بگیره، برای اینکه پست وزیر خارجه بهش اعطا شده است. ولی پست مشاوره یه پستیه که نیاز به این مسائل نداره و خود رئیس جمهور شخصا میتونه این کار رو انجام بده، و میدونیم که این آقا جزء جنگ طلبان است. در ماجرای جنگ عراق همه ابراز پشیمانی کردن، از تونی بلر و غیره و همه ابراز، ولی ایشون همچنان میگوید نه، ما باید حمله کنیم، برای توقف ایران از بمب باید ایران رو بمباران کرد. میخوام از شما بپرسم که بالاخره این وضعیت برجام به کدام سمت و سو میرود، و اینکه علی خصوص به خاطر اینکه شما در فرانسه هم زندگی میکنی، فرانسه ظاهرا نقش پررنگتری رو در این ماجرا بازی میکنه، و این سفر آقای مکرون به ایران هم به صورت یه معما در آمده است. وزارت خارجه ایران میگوید که ایشون میاد، در فرانسه اما اگر دارد. بفرمایید بشنویم ببینیم که به طور کلی چیز، تا ما هم بتوانیم در میان فرمایش شما سوالات خودمون رو مطرح کنیم. بله، خدمتتون عرض کنم که برجام یا قرارداد وین، یا بهتر بگم تسلیم نامه‌ای که آقای خامنه‌ای مجبور شد بپذیره، و هر آنچه را که غربی‌ها ازش می‌خواستن پذیرفت و انجام داد، یعنی راکتور آب سنگین رو از بین برد، سانتریفیوژها رو پیاده کرد،
محل تحقیقاتی و سانتریفیوژی فوردو رو بست و اونچه را که 10 تن اورانیومی رو که غنی کرده بودن از بین بردن و تمام تعهداتشون رو همینطور که به طور مرتب سازمان بین المللی انرژی اتمی میگه ایران اینها رو مو به مو اجرا کرد. ولی چرا در داخل ایران وضعیت فرق نکرده؟ مگر خاطرمون نیستش که از برجام به عنوان یک موفقیت بزرگ صحبت میکرد آقای روحانی و آقای ظریف، و حتی آقای ظریف رو در حد دکتر محمد مصدق بالا بردن و گفتن یک پیروزی سیاسی ایران به دست آورد. واقعا میبینیم که وضع بدتر شده، تحریم ها تغییر جدی نکرده و وضعیت اقتصادی که بنا بود و آقای روحانی قول داده بود که بهتر بشه و اقتصاد ایران از رکود بیرون بیاد و تورم کم بشه و سرمایه‌گذاری های زیادی تا حد 60 میلیارد دلار در سال در ایران انجام بگیره که باعث بشه بیکاری بیاد پایین، هیچ کدوم از اینها صورت نمیگیره. علتش چیست؟ علت واقعیش این است که در برجام طرف‌های دیگر تعهدی به ایران ندارند و اگر هم تعهدی داشته باشند هیچ گونه راه حل قانونی برای ایران وجود نداره که اونها رو مجبور کنه تعهدشون عمل بکنه. به خاطر این برجام یک قرارداد یک طرف است، یک تعهد یک طرف است که ایران داده. من امروز مثل مطالب زیادی دیگه که درباره برجام میخونم مطلبی بود که یکی از این افرادی که ضد ایرانی هست و ضد ایران هست نوشته بود از طرفداران اسرائیل که آقای ترامپ از برجام بیرون نیاید، برای اینکه این برجام آمریکا رو در یک موقعیت بسیار خوبی قرار داده، برای اینکه آنچه ایران داشته ازش گرفتیم و چیزی بهش ندادیم و اروپایی ها هم نمی توانند با ایران سرمایه گذاری در ایران سرمایه گذاری کنند، برای اینکه می ترسند از قوانین آمریکا، می ترسند از تحریم های جدید و سرمایه گذاری نشده و این بهترین موقعیتی است که امریکا به دست آورد. خب حالا این سوال مطرح میشه که آقای ترامپ با اینکه موفق شده متاسفانه به خاطر رژیم ایران، به خاطر رژیمی که تمام محاسباتی که میکنه فقط یک چیز رو در نظر میگیره، چگونه بتواند تثبیت بشه، بر عمرش افسوده بشه و هیچ مسئله از حقوق ملی ایرانیان رو هیچ وقت در نظر نگرفته. حالا سوال این است چرا آقای ترامپ با این افراد جنگ طلب میخواد ایران رو تهدیدهای بیشتری بکنه؟ واقعیتش اینه که تا کنون همین تهدیدهای زبانی که آقای ترامپ کرده و هر چند ماه یک بار میاد میگه که این برجام خوب نیست و بد و قرار داده بدی بوده که امریکا بسته و یک عده جدیدی رو وارد تحریم میکنه خارج از تحریم هایی که مربوط به برجام میشه، موفق شده با این کارهاش هر اون چه رو که اروپایی ها ممکن بودن با برجام با ایران انجام بدن رو متوقف کنه. یعنی میتوانیم بگیم که در این زمینه آقای ترامپ موفق شد. حالا این موفقیت آقای ترامپ به دست آقای ترامپ به دست نیومده تنها، بلکه این آقای خامنه‌ای است که تمام امکانات رو به آقای ترامپ میده با رفتارهایی که در منطقه داره، با رفتارهایی که در داخل ایران داره، با رفتارهایی که با ایرانیان داره، با رفتارهایی که با ایرانیان چند ملیتی که وارد ایران میشن داره و با همه کارهایی که میکنه تمام امکانات رو در اختیار آمریکا گذاشته برای که امریکا بتونه این لحن رو با ایران در پیش بگیره. خب حالا چرا میخواد این رو تشدید بکنه؟ از دید من علت تشدیدش این هستش که آقای ترامپ نگاهی به داخل کشور به آمریکا داره. ماه نوامبر هم در آمریکا انتخابات بین مجلس انجام میشه و
تعدادی از نمایندگان باید دوباره رأی بدن. و آقای ترامپ بارها گفته بود که این قرارداد یک قرارداد بسیار بدی است، ولی با اینکه گفته بود این قرارداد یک قرارداد بسیار بدی است، تا حالا با اینکه در توان قانونیش بود این قرارداد رو به قول خودش پاره نکرد و از بین نبرد، و بلکه این رو فرستاد به مجلس، مجلس هم جوابی نداد و همینطور تکلیف رو بلا تکلیف گذاشته بود اینم. پس اگر آقای ترامپ در ماه مه اعلام کنه که از برجام میخواهد خارج بشود، ایران رو در وضعیت سختری قرار میده و از نظر اقتصادی هر آنچه که ایران بتونه اون میزان کمی هم که با خارج از با خود امریکا ارتباط داشت و با بعضی از میخواست سرمایه گذاری هایی مثل در بوینگ و اینها میخواست از اون طریق روابطی برقرار کنه، اونها هم از بین میده. ولی سوال جدی اینه آیا تحریم ها باز میگردن یا نه؟ تحریم های اصلی چی بوده؟ تحریم نفت بوده، چیزی دیگه ای به غیر از تحریم نفت نبوده که تحریم اصلی بوده. بقیه تحریم ها رو آمریکا دوباره برقرار کرده عملا. حالا آیا آمریکا در توان این هست که با بیرون آمدن از برجام نفت رو دوباره تحریم کنه؟ پاسخ به این مسئله از دید من منفی است. برای اینکه شما روی کاغذ میتونید تحریم ها رو برگردونید، ولی اروپایی ها زیر بار این نخواهند رفت که با ایران تا این اندازه قطع رابطه بکنن و نفت ایران رو تحریم کنن، گاز ایران رو تحریم کنن، برای که اولا در منافعشون نیست، ثانیا اروپا دلیلی نمیبینه که دنبال روی آمریکا در این زمینه باشه، ثالثا اون روابط خیلی نزدیکی که آمریکا با اسرائیل و با عربستان، یعنی دو دشمن ایران داره، اروپایی ها ندارن. پس احتمال این که آقای ترامپ در ماه می بگه امریکا از برجام عقب نشینی میکنه و میاد بیرون و برجام رو یک قانون خوب، قرارداد خوبی برای امریکا نمیدونه هست، اما از دید من تغییر خیلی زیادی در وضعیت بین در وضعیت ایران ایجاد نخواهد کرد، برای اینکه ایران الان در وضعیت بدی هست، در اقتصادش در وضعیت بد هست و اون تحریم های نفتی رو خود امریکا نمیخره، ممکنه چند تا از دوستان نزدیک امریکا احتمالاً مثلا ژاپن یا کشورهای دیگه آمریکایی نفت رو نخرن، ولی کشورهای اروپایی و چین و دیگر کشورهای آسیایی ادامه خواهند داد. خب بسیاری بر این نظر هستند که اگر آقای ترامپ این کار رو بکنه خود رو در انزوا قرار میده، برای اینکه اولا اروپایی ها دنبال رو نخواهند بود، ثانیا این سوال مطرح میشه که به کدوم قرارداد بین المللی که امریکا امضا کرده میشه اعتماد کرد. یک قرارداد بین المللی چندین کشور با هم نشستن امضا کردن، حتی در سازمان ملل به صورت قطعنامه اومده و اگر امریکا بگه که من میام بیرون، مسلماً این امریکا هست که در وضع بدتری قرار میگیره. خب آیا ترامپ حتما این کار رو انجام میده؟ چند ماه آینده در ماه مه این رو خواهیم. مسئله بعدی مسئله جنگ برای افرادی مثل بولتون، مثل آقای پومپو و دیگر افرادی که آقای ترامپ آورده در شورای امنیت و در وزارت خارجه. خب اینها پرونده های بسیار سیاهی دارن در جنگ ایران و عراق و تشویق هایی که برای بمباران ایران میکنن و راه حل هایی که میکنن. اما از دید من این افراد بیشتر بر این نظر هستند که ایران رو تحت فشار بیشتری قرار دادن. مسئله این که واقعا به ایران حمله نظامی بشه از دید من در این
زمانی که با هم صحبت میکنید بسیار کم هست. برای اینکه حمله نظامی باید هدف داشته باشه. هدف حمله نظامی چیست؟ هدف تغییر رژیم. اگر هدف تغییر رژیم است، آیا آمریکا با حمله نظامی میتونه تغییر رژیم رو ایجاد بکنه؟ آیا آمریکا آلترناتیوی داره که بتونه با حمله نظامی اون رو بعد در ایران مستقر بکنه و حکومت پشتیبان خودش رو داشته باشه؟ بر پاسخ این سوال ها همه منفی است. یعنی آمریکا کسی رو که بتوانه سوار هواپیما بکنه و در تهران پیاده بکنه با سربازهاش نداره و فعلا این یک چنین راه حلی در ایران امکان عقلی نداره. مردم ایران هم مردم کشورهای دیگه نیستن، سابقه تاریخی دارن و خود رو یک ملت با تاریخ و با فرهنگ میدونن. زیر بار یک همچین راه حلی نخواهندم. به خاطر این از دید من امکان جنگ چه از طریق خود امریکا چه از طریق عربستان و امریکا در حد صفر، اما امکان حمله نظامی به برخی از مواضع نظامی هسته‌ای ایران که امریکا بخواد اینها رو بهانه بکنه، یا اونجایی که موشک ها هستن یا اونجایی که مثلا سانتریفوژ ها هستن اونها رو بزنه، این امکانش صفر نیست. آقای ترامپ فرد خطرناکی است، هر کاری ازش برمیاد، این شخص هیچ پایگاه اخلاقی و اتیکی نداره و این گونه رفتارها ازش احتمال داره. با اینکه ایشون به قدرت رسید برای که با خارج امریکا کاری نداشته باشه و فقط مشغول مسائل داخل امریکا باشه، ولی میبینیم که فعلا وقت خودش رو خیلی زیاد میگذره با مسائل خارج امریکا، مثل مسائلی که مربوط به ایران و خاورمیانه میشه، مسائلی که مربوط به کره شمالی میشه، مسائلی که مربوط به سوریه میشه و غیره. بس از دید من امریکا برد زیادی نخواهد داشت، نه در زمینه جنگی، نه اینکه چند جایی رو در ایران بزنه، نه اینکه از برجام بیاد بیرون. اما آیا اینها راه حل میشه برای مسئله ایران، برای بحران ایران؟ ما میدونیم که این بحران و این وضعیت اقتصادی نتیجه ساختاری است که در ایران حکومت میکنه به نام ولایت مطلقه فقیه و آقای خامنه‌ای حاضر نیست یک قدم عقب نشینی بکنه از مواضعی که داره. هر روز که سنش بیشتر میشه و بیماریش هم تشدید پیدا میکنه، علائمی که نشون میده، صحبتهایی که میکنه اکثرا تهاجمی و نشون از ترسی است که درش وجود داره و حس میکنه که اگر کوچکترین قدمی رو عقب بردارد این رژیم متزلزل خواهد شد. برای بینندگان عزیز این خاطره رو نقل کنم که در سال 60 آقای هاشمی رفسنجانی به مهندس بازرگان گفته بود که ما اشتباه شاه رو نمی کنیم، اگر لازم باشه کشتار زیاد می کنیم و به حکومت، برای که حکومتمون رو مستقر کنیم و باثبات کنیم، برای که این حکومت حکومت به اصطلاح خدایی است و ولایت فقیه است و این چیزهایی که میدونیم. آقای خامنه‌ای هم بر همین نظر هستند و با نوع مجلس خبرگانی که هیئت رئیسی که تشکیل دادن و آقای رئیسی رو فرد کلیدی مجلس خبرگان کردن و میبینیم که تعداد اعضای مجلس خبرگان که به این هیئت رئیسی جدید رأی داده بسیار بالا رفته، نشون میده که اعضای دیگه هیچ هویتی از خودشون ندارن، برای که آقای هاشمی رفسنجانی هم که بود در اونجا از دست دادن و این رژیم میخواد، یعنی شخص آقای خامنه‌ای میخواد این خط رو ادامه بده و کوچکترین عقب نشینی نکنه. خب در این وضعیت این سوال پیش میاد که ما باید چیکار بکنیم. این شما به درستی گفتید، راه حل مسئله ایران با من، با شما، با تک تک مردم ایرانه. یعنی هیچ راه حل دیگه راه حل نیست.
حمله نظامی به ایران راه حل نیست، کودتا در ایران راه حل نیست. مثلا برخی عنوان میکنند که ممکنه سپاه پاسداران کودتا بکنه، علی حتی قدرت رو در دست بگیره، حتی به ولایت فقیه پایان بده و بگه که این ولایت و چند تا از این روحانیت رو هم بگیره، دستگیر کنه، محاکمه کنه و از این صحبت ها. اما و مثال میارن، میگن مثلا آتاتورک همین کار رو با عثمانی ها کرد و یک دولت مدرن رو ایجاد کرد. اما آتاتورک اگر تونست این کار رو بکنه به خاطر این بود که این مشروعیت رو داشت، دو مشروعیت، مدرنیزاسیون و ناسیونالیسم ترک رو داشت، در ایست در مقابل انگلیس ها تونسته بود ایستادگی بکنه و یک مقبولیتی در داخل کشور داشت. سپاه پاسداران و افراد سپاه پاسداران، افرادی مثل قاسم سلیمانی که میخوان از اون قهرمان بسازن، اینها دستاشون به خون مردم ایران آلوده است. آیا اینها توانایی این رو دارن که قدرت رو از روحانیت بگیرن و در دستهای خود نگه دارن؟ خیر. اما آیا این توانایی رو دارن که قدرت رو از روحانیت بگیرن و به مردم بسپارن؟ این صفر نیست، بر اینکه خودشون هم میدونن که اینها به تنهایی به هیچ وجه نمیتونن. خب حالا برای که همه اینها بشه، در حال میرسیم به اینکه راه حل مردم هستن، راه حل خود مردم ایران هستن که باید این مسئولیت رو بپذیرن، مقاومت در مقابل این رژیم رو ادامه بدن، همبستگیشون رو با هم بیشتر بکنن تا ما دائم در بین دو سنگ آسیای قدرت خارجی، آمریکا، روسیه، چین، اروپا، هر کدوم میخواد باشه، و استبداد داخلی له نشیم. الان دیگه از توان مردم ایران، جان مردم ایران چیزی دیگه باقی نمونده. ما سالهاست که بین این دو سنگ داریم نیروهای خود رو هر روز بیش از قبل از دست میدیم، فرسوده میشیم، پیر میشیم، طبیعتمون خشک میشه و متاسفانه معلوم نیست اگر همینطور بخوایم ادامه بدیم اصلا حیات ملی ما ادامه پیدا بکنه. میدونید که یکی از نقشه های مهمی که افرادی که در حکومت آقای ترامپ دارن این استش که وارد اختلافات قومی در ایران بشن و از اون طریق عمل بکنن برای اینکه دولت مرکزی رو به قول خودشون تضعیف کنن. ولی اینها به هیچ وجه نگرانی که از اینکه ایران تجزیه بشه ندارن، از اینکه یک قسمت از شمال بره، از جنوب بره، از شرق بره، از غرب بره ندارن. و یک واقعیت، اگر چشم هامون رو باز کنیم در منطقه، میبینیم که این قدرت های خارجی به ملت های ضعیف، به کشورهای ضعیف، به رهبران فاسد نیاز دارند. هیچ چیزی به غیر از این منافع اونها رو تامین نمیکنه. در صورتی که یک کشور قوی، یعنی قوی یعنی به مردم خودش تکیه بکنه، مسلط باشه در منطقه، مسلما اونها همچین چیزی رو نمیخوان. یک دولت قوی مردمی که در اونجا حاکمیت ملی برقرار باشه، در اونجا همه اقوام بتوانن خود رو ابراز بکنن، شریک ببینن خودشون رو در حاکمیت، اینها این رو نمیخوان. میبینید که با کردها چیکار میکنن در کشورهای مختلف، ترکیه چه رفتاری داره، عربهای سنی و شیعه چه رفتاری دارن. ما 40 ساله در منطقه داریم علیه همدیگر نیروهای خود رو از بین میبریم و خدا میدونه که اگر یک اقتصاددان میزان خساراتی رو که این جنگ ها، این تحریم ها در منطقه وارد کرده بدون اینکه کوچکترین توجیهی داشته باشه، این مسائل متاسفانه ارقامش وحشتناک هستش. خب در این بین سوال این است که اروپایی ها چی میخوان؟ اروپایی ها نمیتوانند یک نهی کامل با آقای ترامپ بگن، برای که اروپا هم منافع خودشو در عربستان داره، در کشورهای خلیج فارس داره، اقتصادی که اونها دارن، امکانات مالی که اونها میتونن در اختیار کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس و آلمان بذارن با ایران قابل مقایسه نیست. پس اروپایی‌ها نمیتونن بگن که ما میستیم پشت ایران به هیچ وجه.
اونها رو این خط هستن که میگن ما برجام رو باید نگه بداریم، برجام ضرری برای کشورهای غربی نداشته، حتی برای امریکا نداشته، بلکه در موازات برجام، در کنار برجام یک مذاکرات جدیدی رو آغاز بکنیم با ایران. و این مذاکرات درباره سه مسئله باید باشه: یکی درباره برنامه موشک ایران باید باشه، دو درباره سیاست ایران در منطقه یعنی در کشورهای یمن و سوریه و عراق باشه، و سه درباره این که بعد از اینکه این مدت برجام تمام شد ایران چه نقشه دراز مدتی برای برنامه هسته‌ایش داره. این سه مورد رو اروپایی ها میخوان مذاکره کنن، کمتر درباره سومی صحبت میکنن، بیشتر درباره مسئله سیاست موشک ایران صحبت میکنن و درباره دخالت های ایران در کشورهایی مثل یمن. البته واقعیت رو باید گفت، کثیف‌ترین سیاست رو در یمن کشور عربستان سعودی داره پیش میبره. جنایت های بسیاری در این کشور شده، بمب های بسیار امریکایی بر روی کشور عربستان سعودی ریخته میشه، اما آیا این توجیه میکنه که ایران در اونجا دخالت بکنه؟ نه، برای اینکه این ما رو ضعیف میکنه، این حتی یمنی های مخالف عربستان سعودی رو هم ضعیف میکنه. ایران باید یک کشور مستقل در منطقه باشه که پیامش پیام صلح و آزادی برای خاورمیانه باشه. متاسفانه الان هیچ کشوری در خاورمیانه نیست که پیامش برای کشورهای دیگه صلح و آزادی باشه. اون کاری که آقای ماندلا در آفریقای جنوبی کرد و تأثیری که در کشورهای آفریقایی گذاشت، یعنی پیام استقلال و صلح و آزادی رو رواج داد و ترویج کرد، متاسفانه ما میبینیم که جای یک چنین سیاستی از مغرب بگیریم تا پاکستان خالی است، یعنی منطقه کشورهای مسلمان نشین، و همینطور که گفتم بدبختیش رو مردم منطقه، بهاش رو مردم منطقه باید بپردازن و سودش رو سوداگران فروش اسلحه. بسیار ممنون. فقط من یکی دوتا پرسش دارم و اونه که دقیق اشاره کردید به وضعیت منطقه و دخالت‌های ایران، و ولی همچنان این موضوع موشکی آیا از نظر این برجام و اون توافق، چون من میدونم شما اونا رو با دقت خوندین و در اون دوره ظاهراً اوباما تلاشش بر این بود که ایران رو از این سلاح هسته‌ای دور بکنه و ایران هم این نقش رو بازی میکنه، یه ترمی رو دیدم برام جالب بود تحت عنوان رئیس عصبانی معاون باجگیر، و میگفتن در اون دوران خامنه‌ای داد بیداد میکرد در حالی که این تیم هسته‌ای در حال باجگیری بود در اروپا. آیا میتونن از منظر، البته که اینا هر کاری رو میتونن بکنن، ولی از منظر قانونی میشه این رو داخل برجام بکنن با توجه به منعی که قبلا وجود داشته موضوع موشکی رو اضافه بکنن؟ چجوری میبینی این صحنه رو؟ ببینید، مسئله موشکی ایران ربطی به برجام نداره. اون چیزی که در برجام هست این است که ایران سلاح‌های هسته‌ای نمیتونه داشته باشه و تا ابد، نه یک سال، ده سال، تا ابد. و ایران هم تنها کشوری در دنیاست که امضا کرده قراردادی رو که هرگز دست به ساخت سلاح هسته‌ای نزد، و تا اونجا هم که گزارش‌های مختلف وجود داره ایران این کار رو نکرده و نمی‌کنه و اصلا نمیتونه دیگه بکنه، برای که یا احتیاج به سانتریفوژ داره یا احتیاج به راکتور آب سنگین داره، راکتور آب سنگینش که تموم شد مونده سانتریفوژ، سانتریفوژ هم که کار نمی‌کنه. پس این یکی. آنچه که مربوط به موشک‌ها میشه، موشک‌هایی که سلاح‌های هسته‌ای رو حمل می‌کنن ممنوع شدن. خب وقتی یک کشوری سلاح هسته‌ای اصولا نداره و نمیتونه داشته باشه،
و حتی تا 5 سال بعدم اگر الان ولش کنن هیچ کارش هم نکنن نمیتونه این سلاح رو داشته باشه، خب چه ربطی به موشک ها داره؟ اون موشک ها موشک های کنوانسیونل هستن، موشک های هستن که سلاح کنوانسیونل رو حمل میکنن. خب ولی این برای غرب مسئله است، برای غرب مسئله است، برای اسرائیل مسئله است، و صحبتشون این که این سلاح ها میتونه الان به اسرائیل برسه تا 2000 کیلومتر میره. میدونید که سپاه پاسداران قدم اول رو عقب اومده، برای اینکه اگر به حرفای آقای رضایی نگاه بکنیم، آقای رضایی 2 سال پیش گفته بود که انشالله سپاه پاسداران بتونه موفقیت های جدیدی به دست بیاره و موشک هایی با برد 5000 کیلومتر و 10000 کیلومتر ایران داشته باشه، ولی از طرف دیگه رهبر سپاه پاسداران آقای جعفری 6 ماه قبل اعلام کرد که ایران بیش از 2000 کیلومتر موشک نیاز نداره فعلا و نخواهد ساخت. خب این عقب نشینی اول خاموشه، یعنی نمیگن، توضیح نمیدن شما که قرار بود 5000 کیلومتر و 10000 کیلومتر بسازید چطور شد 2000 کیلومتر. ولی همین 2000 کیلومتر چون اسرائیل رو در معرض حمله قرار میده باهاش مخالفت میکنند. اما واقعیت رو باید بگم، واقعا آیا ایران میتونه با موشک هایی که داره اسرائیل رو بزنه؟ پاسخ منفی است. ایران با موشک هایی که داره اسرائیل رو نمیتونه بزنه. آقای ژاک شیراک وقتی که رئیس جمهور بود گفت موشک های ایران قبل از اینکه از سرزمین ایران خارج بشن اسرائیل قادر هست تهران رو کنفیگ میکنه. البته اون از موشک هایی که بمب هسته ای داشته باشن صحبت کرده بود، نه از موشک هایی که بمب های کنباسیونی. خب پس به خاطر این هستش که اروپایی‌ها نمیگن که این رو در کادر برجام مذاکره کنیم، بلکه میگن خارج از برجام بیاییم باسلی مسئله موشک ایران مذاکره کنیم. آقای مکرون چی میگه؟ آقای مکرون میخواد هم عربستان رو داشته باشه، هم ایران رو داشته باشه، هم اسرائیل رو داشته باشه. میخواد بگه که من به آقای خامنه ای این رو میگم، آقای خامنه ای شما اگر به من قول بدی این موشک هایم که داری کنار میذاری و دیگه حداقل نمایش موشک ها رو نشون نمیدی هر از وقت چندی، من به شما قول میدم که اروپا در کادر برجام باقی ببونه و به شما قول میدم که فرانسه میتونه نقش میانجی رو بین ایران و عربستان سعودی تنش ها در منطقه کم بشه و ما بتوانیم در اونجا سرمایه گذاری بکنیم، و اگر مسئله عربستان حل بشه و اگر از نظر موشکی مسئله اسرائیلی ها هم حل بشه ما میتوانیم یک چهره و با نظام شما هم کاری نداریم، به خود ایرانی ها مربوطه. این خلاصه سیاستی است که آقای میخواد پیش ببره در اونجا. آیا تواناییشو داره؟ آیا آقای خامنه‌ای زیر بار این مسئله میره یا نه؟ اونها یک بحثای دیگه است. ممنونم از شما، درسته و نکته درستی، اما باز به این بازی بیرونی نگاه بکنیم. آیا فکر میکنی که واقعا اون داستانی رو که گفتیم یه دوره ایران نقشه نمیدونم مدیر عصبانی و نمیدونم معاون باجی رو بازی میکرد، آیا فکر میکنی این نقش تغییر کرده و ترامپ و اروپا دارن این نقش رو بازی میکنن؟ و آیا واقعا در این 12 می اگر ترامپ این رو پاره کنه صحنه‌ای که پیش روی، چون ایران مدعیه که ما یه نقشه هایی رو داریم ولی نمیگه نقشه چیه، فهم میکنی پلن بی چیه؟ واقعا چه پلنی داره؟ ببینید برای ایران دو راه حل باقی نمیمونه، یا اینکه ادامه بده هر اون چه رو که تعهد کرده در کادر برجام انجام بده مثل سابق، یا اینکه بگه چون امریکا از برجام اومده بیرون ما هم دیگه تعهدی نداریم. خب کافی نیست بگه هیچ تعهدی نداریم، باید یک کارای انجام بده، دوباره ما میایم سانتریفیوژامون را میندازیم، اینها رو سوار میکنیم، تحقیق روی سانتریفیوژا رو زیاد میکنیم. این دو تا راه حل بیشتر برای ایران وجود نداره. از دید من ایران در وضعیتی نیست که راه حل دوم رو پیش بگیره. چرا در این وضعیت نیست؟ برای که با میدونه که با راه حل دوم به جایی نمیرسه. شما اون سانتریفیوژای 50 سال پیش رو هم دوباره بخواید سوار بکنید هیچی دستتون نمیاد.
اصولا همه میدونن که ایران نیازی به اون سانتریفیوژ ها برای مصرف غیر بمب نداره، برای بمب هم تواناییشو نداره. اونها اگه بخوان جلوگیری بکنن با بمباران راحت میتونن اونها رو جلوگیری بکنن. خب پس ایران مجبور میشه این سیاست رو پیش ببره که بگه که خب آقای امریکا شما که این کار کردید خیلی کار زشتیه، منزوی هستید در دنیا، ما با اروپایی ها بریم صحبت میکنیم، با اروپایی ها ببینیم چیکار میکنیم، با چین و با روسیه و با نمیدونم کشورهای دیگه میریم معامله میکنیم و این رو ادامه میدن. از دید من امکان عقلی که ایران عملا بیاد بیرون از برجام، یعنی دوباره اون کارهایی رو که قبل از برجام انجام میداد راه بندازه وجود نداره. حتی اگر آقای خامنه‌ای بخواد خودکشی بکنه، راه های خودکشی بهتری هست براش تا اینکه اینطوری خودکشی کنه. آخه یه مسئله امروز دست پاش رو گرفته و اون همین ادامه تحریم هاست، وضعیت معیشتشه، وضعیت بانک هاست، وضعیت پولشه. خب اون موقع الان همین داستان بقایی نمیدونم سپاه پاسداران و قدس و پول کش آورده روز آخر به اون داده و اینا، خب دیگه فکر نمی کنم امروز اینا چنین امکاناتی رو داشته باشند. رضای زراب که در آمریکا زندانه، بابک زنجانی در تهران اسیره، بنابراین الان هم میبینیم که در آمریکا این خانواده هاشمی رو گرفتن و بالاخره بانک ها رو همه رو مراقبت میکنن. اینم فکر میکنم یک معضلیه براشون، یعنی نبود پول، بالاخره پول باید بدی اینا رو بخری. اینو نمیفهمم. فقط آقای خامنه‌ای گمان میکنه که میتونه با همکاری با روسیه از این بحران خارج بشه، گمان میکنه با همکاری با چینی ها از این موزل خارج بشه، اما نه چین و نه روسیه دلشون برای رژیم ایران نسوخته. اونها وقتی ببینن که همکاریشون با آمریکا براشون مهمتر هست، اون همکاری رو انجام میدن. ولی فعلا ایران صحبت هایی که مختلفی که کردن لابلایی صحبت هاشون مشخصه. اونها هدفشون این که اگر در این وضعیت دوچار شدن، اقتصاد الان دارن میگن ما با پولهای دیگه معامله میکنیم، فقط با دلار معامله نمیکنیم، از این صحبت هایی که گاهگاهی میکنن، به روسیه نزدیک بشن و به چین نزدیک بشن. ولی میبینیم که چین عملا داره همون سیاست آمریکا رو تقریبا پیش میگیره. الان فقط مونده روسها. آیا روسها کی تغییر عقیده بدن؟ چه نقشی به ایران بدن در سوریه؟ ایران چقدر باید باج بده تا بتونه از اون یک چیزی بگیره؟ کشور رو آقای خامنه‌ای در تبدیل کرده به یک کیسه، یک سفره بسیار بزرگی برای این کشورها که ازش استفاده بکنن و دائم باج بدن. تا چقدر اقتصاد ایران توانایی این رو داره که همینطور ایران این خرج ها رو بکنه، این باج ها رو بده؟ به نظر من خیلی طول نخواهد کشید، برای اینکه با توجه به اونچه در داخل ایران الان میبینیم این روزها و ادامه هم داره این تظاهرات، این مخالفت ها که بیشتر جنبه مالی هم دارن، کارگران هستن، کشاورزان هستن، دانشجو هستن، بانوان هستن، خانم ها هستن، زن ها هستن، اینها همینطوره. پس به نظر من راه حل فقط و فقط به من و شما و مردم ایران، یعنی ما هر انتظاری بخوایم بکشیم که این رژیم تحولی بکنه، سپاه پاسدار کاری بکنه، آقای ترامپ بیاد این رژیم رو عوض کنه، تمام این راه حل ها راه حل های که مسئله رو عملا حل نمی کنن، به جایی نمی برن در دراز مدت. یا ما می خواهیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک ایرانی با شرف و با غرور زندگی بکنیم در آزادی و در استقلال، یا اینکه می خواهیم تن بدیم به این که این کشوری که چند هزار سال سابقه تاریخی داره عملا از بین بره. انتخاب با ماست، انتخاب خیلی ساده است. ممنونم از شما، سپاسگزارم. با توجه به قولی که به شما دادم، فقط تنها پرسشم باقی مانده این خواهد بودش که آیا فکر میکنی فرانسه میتواند این مشکل رو حل کنه
چون آقای مکرون هم قراره که به آمریکا بیاد، خانم مرکل هم همینطور. آیا فکر میکنی توان این کار با توجه به سفر ضعیف نخست وزیر خارجه فرانسه به ایران، آیا فکر میکنی رئیس جمهور میتونه کاری رو انجام بده یا نه؟ مسلما آقای مکرون خواستار چنین چیزی هست. در سن جوانی رئیس جمهور شده، با اکثریت بسیار بالایی در مجلس فرانسه، دستش بازه، یک دولت مقتدری داره و در افکار عمومی فرانسه هم وضعیت بدی نداره آقای مکرون. وضعیت فرانسه الان از وضعیت خانم مرکل که به هر حال به خاطر چند بیش از 10 سال که از حکومت میکنه و کار سخت‌تر شده، یا انگلیس که داره خارج میشه از اروپا، فرانسه در موقعیت بهتری قرار داره. فرانسه میخواد از این موقعیت استفاده بکنه و آلمانی ها هم توافق دارن سر این مسئله که اروپا باید صدای خودش رو داشته باشه، خصوصا از وقتی که آقای ترامپ رئیس جمهور شده. اروپایی ها بیش از پیش به این مسئله فکر میکنن و میخوان عمل بکنن، ولی آیا اروپایی ها توان اقتصادی این مسئله رو دارن که واقعا با اروپا و آمریکا کاری نداشته باشن؟ فعلا همچین توانی رو ندارن. هنوز آمریکا این توانایی ها و اون قدرت رو داره، چه از نظر نظامی چه از نظر سرمایه، که نگذاره، اجازه نده به اروپا راه خودش رو به تنهایی پیش ببره. آقای مکرون تلاش های خودش رو خواهد کرد. مسلما خواهیم دید اگر آقای ترامپ بیرون بیاد، اروپایی ها نیمچه اعتراضی بکنن و پیشنهاد خودشون رو بگذارن روی میز، و پیشنهادشون هم این خواهد بود که ایران رو سر میز مذاکره بکشونه. آیا ایران سر میز مذاکره خواهد اومد یا نه، تمام بستگی به رژیم ایران داره. من بینندگان محترم یک خاطره رو میگم. آقای میتران بنا بود بره به ایران مسافرت کنه. آقای میتران که سوسیالیست بود، محبوب بود، به حال وجهه بین المللی بزرگی داشت، بنا بود اون موقع بره ایران. زمان آقای هاشمی رفسنجانی بود. چند روز قبل از رفتن آقای میتران به ایران، مرحوم دکتر شاپور بختیار رو سر بریدن در پاریس و مسئله رفتن آقای میتران به ایران کاملا منتفی شد. این رفتارها در داخل ایران هنوز امکان داره. یعنی یک ایرانی مثلا دو ملیتی بره در ایران دستگیرش کنن، یا یک ایرانی دو ملیتی که فرانسوی ایرانی باشه بره ایران دست، این کارها رو میکنن. یعنی میدونید که رژیم ایران یک رژیم یک دستی نیستش که آقای روحانی دعوت بکنه آقای مکرون هم بره. در ضمن آقای مکرون میدونه آقای روحانی هیچ کار است. آقای مکرون پیامش این بوده که من میخوام با آقای خامنه ای مذاکره کنم، نه با آقای روحانی، برای اینکه میدونه آقای روحانی تصمیم گیرنده در داخل ایران نیست و از این نظر درست فکر میکنه. آیا آقای خامنه ای حاضر هست که جام زهر علنی رو در مقابل دنیا بنوشه و با آقای مکرون این عقب نشینی ها رو تقدیم بکنه که بتونه؟ خواهیم دید در ماهای آینده. آقا بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. استفاده کردیم، یاد گرفتیم مثل همیشه، و ازت خواهش میکنم به ما این فرصت رو بدهید، رخصت رو بدهید تا در شرایط مناسب باز هم با شما این گفتگو رو ادامه بدیم. از حضورت سپاسگزارم. برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم. متشکرم آقا. خیلی ممنون. من هم برای شما و همه بینندگان بهترین آرزوها رو در سال نو دارم. شب و روز هم بخیر. ممنون. بهها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای مهران مصطفوی رو، کارشناس مسائل هسته‌ای، و همونطوری که توضیح دادن از نادر کسانی است که این مسئله رو دقیق دنبال کرده، هم از نظر علمی، رشته تحصیلیش همین فیزیک اتمی است، بنابراین به خاطر درس و مشق و دانشگاه و این حرفا علاقمند بوده طبیعتا، و همینی که در یه خانواده سیاسی است، و مضاف هم به این که واقعا خب مثل هر ایرانی راستی دل در گروه میهن داره و آرزوی رسیدن به یک دنیای بهتر رو داره.
از اینکه این برنامه رو دنبال کردی از شما نازنینان سپاسگزارم. خواهش میکنم سایت میهن تیوی رو به دوستانتون معرفی کنید، یعنی www.mihantv.com رو به دوستانتون معرفی کنید تا بتونن از بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه همه استفاده بکنن. باز هم از شما ممنونم. لینک ها هم که مطابق معمول تو شبکه های مختلف اجتماعی قرار میگیره. آدرس ما در یوتیوب و فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس و کانال تلگرام همه هست میهن تیوی عدد 1. با پیوستن به هر کدوم از این شبکه ها لینک ها در اختیار شما خواهد بود. شما مهر میکنید، اون رو با دوستانت شیر میکنید و بعد هم اپلیکیشن میهن تیوی یه پدیده خوبیه. ما میدونی که جزو رسانه های پیشرو هستیم در این زمینه رسانه اینترنتی و اولین رسانه بودیم که روی آیفون و آیپد اومدیم، روی اندروید بودیم و پیش از این که هیچ کدوم از اینها باشند، ولی و هم به صورت رادیو و هم به صورت تصویر از همون ابتدا رادیو تلویزیون بودیم که اگر برای دهی که اینترنت ضعیفی دارن نمیخوان زیاد استفاده کنن، رادیو خب مصرف کمتری داره بتونن ازش استفاده کنن. اون تلفن 712 باز هم جزو پیشتازان این برنامه بودیم. این اپلیکیشن رو که میگم به نفع شماست. من که پولشو دادم جلو جلو، پول زیادی هم دادم، بنابراین حیف ازش استفاده نکنید. در آخر هم همون دغدغه همیشگیست، مسئله مالیست. بیایم در امسال یه فکری بکنیم. دنیا در آستانه تحول، میهن در آستانه تحول، بیایم ما هم این رسانه رو قوی تر بکنیم. متشکرم از شما.